شهباز شریف، برادر کوچک نواز شریف، رهبر حزب مسلم لیگ پاکستان، با کسب 201 رأی برای بار دوم به عنوان نخست وزیر آن کشور سوگند وفاداری یاد کرد. با هم گزارش میلاد شادمان را ببینیم. انتخابات جنجالی پاکستان در 8 فوریه ماه گذشته میلادی انجام شد. پروسه‌ای که بر اساس ادعای برخی از احزاب همراه با تقلب و توأم با دخالت ارتش این کشور بوده است. در این حال شهباز شریف روز یک شنبه 13 اسفند، 3 هفته پس از انتخابات سراسری پاکستان که بر اساس آن دولت ائتلافی تشکیل شد، در پارلمان تازه تأسیس این کشور سوگند وفاداری یاد کرد. حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان از مذاکره با رقبای خود برای تشکیل ائتلاف نیز خودداری کرد. در مقابل حزب مسلم لیگ پاکستان و حامیانش پس از انتخابات 8 فوریه توانستند پس از چند روز مذاکره برای ائتلاف به نتیجه برسند. حزب عمران خان مدعی است بر اساس شواهد و مدارک پیروزی آنها در حین شمارش آرا به سرقت رفته است، اتهامی که از سوی کمیسیون انتخابات رد شده است. به همین دلیل متحدان عمران خان در حالی که تصاویر او را در دست داشتند، هنگام شروع سخنرانی شهباز شریف در پارلمان مقابل او ایستادند و فریاد دزد رأی و شرمت باد سر دادند. شهباز شریف نیز در سخنرانی روز یک شنبه خود گفت: ما در گذشته قربانی اقدامات سیاسی شدیم، اما هرگز انتقام نگرفتیم. او بدون نام بردن از عمران خان گفت که حاکم قبلی بسیاری از رقبای سیاسی از جمله او و متحدش آصف علی زرداری را به زندان انداخت. شهباز شریف همچنین حامیان عمران خان را به حمله به تأسیسات نظامی متهم کرد و افزود که اکنون پارلمان و دادگاه تصمیم خواهند گرفت که آیا کسانی که در حمله به تأسیسات نظامی دست داشتند مستحق عفو هستند یا خیر. وی همچنین گفت که بزرگترین چالش او در حال حاضر وضعیت اقتصادی پاکستان است که برای اداره امور کشور به وام‌های خارجی متکی است. پاکستان برای تقویت ذخایر ارزی خود به کمک‌های مالی متکی است و صندوق بین‌المللی پول و متحدان ثروتمندی مانند چین و عربستان سعودی میلیاردها دلار به این کشور کمک مالی می‌کنند. این در حالی است که دست کم 31 تن از نمایندگان کنگره آمریکا با امضای نامه‌ای از جو بایدن رئیس جمهور و آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه این کشور خواستند تا از به رسمیت شناختن دولت جدید پاکستان خودداری کنند. در این نامه که روز جمعه 11 اسفند ماه منتشر شد آمده: آمریکا از مقام‌های پاکستانی خواستار آزادی تمامی کسانی که به دلیل مشارکت در سخنرانی یا فعالیت سیاسی بازداشت گردیده اند شود. نمایندگان آمریکا در اسلام آباد نیز موظف شوند تا اطلاعات مربوط به چنین مواردی را جمع آوری و از آزادی آنها حمایت کنند. اعضای کنگره آمریکا همچنین خواستار تحقیق در مورد ادعای تقلب در انتخابات گذشته پاکستان شدند. گفتنی است واجدان شرایط در پاکستان در 8 فوریه پای صندوق‌های رأی رفتند و با وجود قطع شبکه‌های مخابراتی و اینترنت در این همه پرسی شرکت نمودند. هرچند روند سیاسی مذکور منجر به بازداشت بعضی افراد و خشونت نیز شد. اگرچه به هر ترتیب حزب مسلم لیگ اکنون قدرت را در پاکستان به دست گرفت، اما این قدرت توسط متغیرهای پیچیده در محیط ناپایدار داخلی پاکستان محدود خواهد شد. دو قطبی شدن مداوم در فضای سیاسی این کشور، به وجود آمدن جدی‌ترین بحران اقتصادی تاریخ این کشور، افزایش تهدیدات امنیتی، کاهش ظرفیت‌های نهادهای دولتی، وضعیت نابسامان منطقه‌ای و ساختار سیاسی که در آن قدرت بیشتر به سمت نظامیان برتری دارد، از جمله این محدودیت هاست. دولت جدید پاکستان چالش‌های داخلی و خارجی بسیاری را پیش رو دارد. این چالش‌ها دولت تازه بر سر کار آمده را موظف می‌کند تا در عین به کار گرفتن استراتژی برای رسیدگی به هر دو بعد چالش‌ها در داخل و خارج کشور بین موارد فوری و مهم تمایز قائل شده و تدابیر بیشتری را بیاندیشد. بر اساس نگاه تحلیلگران، توانمندی دولت تازه در پاکستان در رسیدگی به اقتصاد درگیر بحران برای آینده این کشور مهمترین چالش پیش روی این دولت خواهد بود. میلاد شادمان، خبرگزاری اخبار شیعه.
دکتر سید برهان الطافی، پژوهشگر سیاست و حقوق بشر از گیلان با ما همراه هستند. سلام، خوش اومدید. آقای الطافی، مهمترین چالش‌های پیش روی دولت شهباز شریف در بعد داخلی و خارجی چه چیزهایی میتواند باشد؟ با عرض سلام و وقت بخیر، به نظر من مهمترین چالش های دولت پیشروی آقای شهباز شریف را می توان داخلی مسائل اقتصادی مانند تورم و بیکاری، مبارزه با فساد، اصلاحات سیاسی و اجتماعی برشمرد. در حوزه داخلی با این مباحث آقای، اما در بعد خارجی چالش هایی بحث روابط با کشورهای همسایه هست، مثلا تعامل پاکستان به صورت جدیتر با طالبان هم بحثی جدی هست و از چالش های جدی در حوزه خارجی به حساب می آید. همچنان تعامل پاکستان با امریکا، با که کانگره امریکا با پاکستان یک مقدار نگاهی بحران‌های منطقه‌ای، این هم از چالش‌های کلیدی هست که پاکستان بخود بله وی باور است که مشروعیت ندارد، در حالی که بر اساس یک انتخابات دموکراتیک به قدرت رسیده، از بحران‌هایی است که ممکن امرایش روبرو شود. بله، آیا با توجه به درخواست تعدادی از نمایندگان کنگره آمریکا مبنی بر به رسمیت شناخته نشدن دولت پاکستان، دولت آمریکا و به تبع آن دولت‌های غربی چنین موضع اتخاذ خواهند کرد و مشروعیت دولت پاکستان را زیر سوال خواهند برد؟ بحثی مشروعیت در حقوق بین الملل بیشتر آید، این که کشورهای به رسمیت میشناسد یا نمیشناسد زیاد، اما این عدمی شناسایی یک دولتی که بر اساس انتخابات به قدرت برسه عواقب و نظامی برای کشوری که دچار بحران است به وجود میارد. احتمال این که کمک های نقدینگی که از سوی بانک جهانی و کشورهای حامی پاکستان مطرح شده و جریان داره ممکنه کم بشه و اینها به تضعیف دولت شریف ممکنه که دولتی مثلا جامعه بین المللی، کشورهای غربی به شمول آمریکا و این بله. و این عدم به رسمیت نشناختنش توجیه حقوقی ندارد، توجیه و دست به تحریم بزنه امکان چرخش سیاست خارجی شریف به سمت رقیب ایدئولوژیک و اقتصادی و نظامی امریکا و متحدینش که روسیه هست وجود دارد در بلند مدت و در دستور کار ممکنه قرار بگیره. بسیار متشکرم از شما دکتر سید برهان الطافی، پژوهشگر سیاست و حقوق بشر از گیلان.